هرچه بگندد نمکش میزنم، وای به روزی که بگندد نمک. چون این برنامه در مورد نمکه، این ضرب المثل رو گفتم که شما معنی و برداشت خودتون رو از این ضرب المثل کامنت بدید. خب بریم سر نمک. وقتی در مورد نمک فکر میکنیم، غذا هم در کنارش تو فکرمون میاد، یا همون سنگی که آب دریا رو شور کرده و قابل خوردن نیست. فرمول نمک اینه: سدیم کلوراید. این نمکیه که میاد رو میز غذا. نمک یک سنگ معدنیه و تنها سنگیه که انسان‌ها می‌خورنش و در بدنمونم ما بهش احتیاج داریم، ولی نه زیاد. نمکم مثل شکر و زعفرون و طلا و اینجور چیزا یک مهره مهم داد و ستد بوده. چرا؟ یعنی مثل طلا باهاش داد و ستد میکردن؟ بله، چون یک ماده خیلی مهم بوده و تمام مردم میخواستنش. همه جا هم گیر نمیومده. اون ضرب المثلی که اول ویدیو بهتون گفتم از زمانهای گذشته یک چیز مهم بوده، چون نمک نه تنها برای خوشمزه تر شدن غذا استفاده می شده، بلکه یک چیز گندزده هم بوده. قدیما که یخچال نبوده، مواد غذایی رو با نمک مخلوط می کردن و می تونستن طولانی مدت نگهش دارن. چرا مثلا یک ماهی رو که نمک اندود می کنن دیگه نمی گنده؟ برای اینکه نمک آب رو جذب می کنه و خشک می کنه، و وقتی یک مواد غذایی داخلش آب نباشه، میکروب رشد نمی کنه و نمی گنده. قدیم ها با گوشت هم همین کارو میکردن که بهش میگفتن قرمه. البته امروزه هم این روش تو دنیا انجام میشه، منتها بدون نمک. اونها مثل نمک گوشت رو خشک میکنن و جرکی درست میکنن و طولانی مدت بدون اینکه گوشت خراب بشه میمونه. نمک برای بدنم به اندازه کافیش مهمه. اگر نمک بدن کم بشه، سردرد، حالت تهوع و بیحالی ایجاد میکنه. اما اگر نمک زیادی تو بدنت باشه، میتونه فشار خون رو به ارمغان بیاره. فشار خون هم که میدونید میتونه کلی مشکل تو بدن ایجاد کنه که تو ویدیوی قلبم خوب توضیح دادیم. در حال حاضر هر موقع هم نمک میخوایم میریم از یک فروشگاه میخریم. معمولا هم از چیزهای دیگه ارزون تره، ولی همیشه اینجوری نبوده. در زمانهای قدیم تو خیلی از جاهای دنیا نمک پیدا نمیشده و باید از جاهای دیگه حمل میکردن میووردن اونجا. کسانی که در کنار دریاها باشن میتونن آب دریا رو بردارن، تبخیرش کنن و نمکش رو بگیرن. کسانی هم که در نزدیک شورزارها و کبیرها باشن نمک به دست میارن. اما بقیه جاهای دنیا چی؟ باید نمک رو از جاهای دیگه دنیا میووردن و خیلی گرون تموم میشده و اهالی اون مناطق خرید نمک براشون راحت نبوده. چینی ها خیلی کمبود نمک داشتن، برای همین آب دریا رو برمی داشتن و نمکشو می گرفتن. البته نه به صورت عادی، اونها کارخونه داشتن. 4700 سال پیش اینها کارخونه ای داشتن که آب دریا رو تو دیگ های بزرگ می جوشوندن و نمکشو می گرفتن و می فروختن به تمام چین. اولین مالیات دنیا هم در همون زمان در چین ابدا میشه که روی نمک می بندن. اقتصاد چین اون زمان وابسته به نمک بوده. چند قرن بعد از چینی ها، مصری ها هم تولید نمک رو شروع کردن، منتها نه از آب دریا. چون اونها نمکزار و کویر زیاد داشتن، نمک رو از زمین برداشت می کردن. مصری ها نمک رو نه تنها برای خوشمزدگی غذاشون استفاده می کردن، بلکه اولین کسانی بودن که فهمیدن نمک ضد گندیدگیه و می تونن گوشت رو باهاش نگه دارن. همون موقع هم به فکر افتادن که مرده هاشون هم نمک بزنن و نگه دارن. همین مومیایی ها، البته با چیزهای دیگه مخلوط میکردن. اروپایی ها هم نمک رو نمیشناختن تا میرسیم به دوران روم باستان. اونها از مصری ها یاد میگیرن که از آب دریا نمک بگیرن. در دنیای باستان جنگ های زیادی سر نمک اتفاق افتاده. مثلا ونیز با جنوا سر نمک جنگیدن و ونیز پیروز شد. تازه این نمک چیزی بود که نقش مهمی تو انقلاب آمریکا داشت. در جنوب اسپانیا معدن نمکی بوده که پادشاه اسپانیا از درآمد اون معدن کریستوف کولوم رو فرستاد که دنیا رو کشف کنه. اونم رفت آمریکا رو پیدا کرد.
در دوران‌های مختلف مالیات‌های زیادی هم روی نمک بسته شده که گفتیم اولین مالیات دنیا را هم چین روی نمک بست. اما نمک یوددار چیه؟ یود یک ماده مغذی معدنیه که بدنمون بهش احتیاج داره. منتها زیادیش خوب نیست و دلیل نداره که همه نمک یوددار بخورن. اگر کمبود یود کسی داره در بدنش، خب نمک یوددار بخوره بهتره. اما چجوری معلوم میشه کسی کمبود یود داره؟ با آزمایش خون. ولی بی خودی هم خوردن نمک یوددار درست نیست. در روم باستان نمک به قدری با ارزش بوده که حقوق سربازها رو با نمک میدادن. لغت سال در لاتین یعنی نمک که همون لغت اومده تو انگلیسی شده سالت. لغت سالری هم که در انگلیسی یعنی حقوق از همون نمک اومده. تو کتاب‌های دینی هم از مهم بودن نمک صحبت شده. مثلا در انجیل گفته شده که کوه نمک یک سمبول با ارزشه. تو این کتاب وقتی در مورد یک ساختمون با ارزش صحبت میکنن میگن ستوناش از نمک ساخته شده و این نشون میده که نمک چقدر مهم بوده که حتی تو کتاب دینی هم در موردش صحبت شده. در بدن هر انسان عادی حدود 250 گرم نمک پیدا میشه که اگر بخوایم تصور کنیم یعنی 4 تا نمکدون پر. اما بیشتر نباید بشه، کمتر هم نباید بشه. دکترها میگن اگرم نمک تو خونت زیاد نیست حتما نباید برسونیش به پر پر. یه مقدار کمتر باشه به نفعته، ولی اونم نه زیاد. این دریا رو که میشناسید، دریای مرده. واقعاًم این دریا مرده است. اینقدر نمک تو آب این دریا وجود داره که وقتی اندازه گرفتن 10 برابر نمک آب اقیانوس بوده. هیچ موجود زنده‌ای هم تو این دریا نیست، یعنی نمیتونه زنده بمونه. یک آمار جالبم بدونید بد نیست. بیشترین نمک مصرفی تو آمریکا نه برای خوردن، بلکه برای آب کردن یخ جاده‌ها به کار میره و همین نمکی که تو جاده‌ها می‌ریزن باعث میشه که ماشین‌ها زود بپوسه. مثلا ماشین‌هایی که تو شمال شرق آمریکا راه میرن بعد از چند سال همشون پوسیدن و هیچ کس نمیخره. اما در جنوب و جنوب غربی آمریکا مخصوصا کالیفرنیا ماشین‌ها نمیپوسه و ماشین‌های نمره این ایالت‌ها رو راحت‌تر می‌خرن. یک چیز جالبی که در آخر باید بدونید اینه که فرمول نمک رو که بهتون گفتیم، سدیم کلوراید، این دوتا ماده‌ای که نمک رو تشکیل دادن بسیار مواد خطرناکیه. سدیم که یک شبه فلزه و میتونه به عنوان مواد منفجره به کار بره. کلور هم که یک ماده شیمیاییه و به شکل گاز میتونه خیلی خطرناک باشه. ولی این دوتا ماده خطرناک با هم دیگه نمک رو درست کردن که دیگه الان کاملا میشناسیدش.